أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات فالله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. بعد از اینکه فرمود اف غیر دین الله یبغون و لهو اصل من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون و دستوری که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داده است، اومد فرمود به من یبتغ غیر الاسلام دینا. اون اف غیر دین الله یه استدلالی است در مسئله که فرمود به اینکه شما میخواهید یک راه غیر از راه الهی را انتخاب کنی در حالی که سراسر جهان در برابر خدا خاضع اند. این نظیر آیه عین تذهبون است که خودش ارشاد و هدایت و استدلال است که شما اگر دین غیر از دین اله بخواهید اصلا وجود ندارد، نه اینکه هست و بد است. دین یعنی مجموعه قوانین که یک انسان سالک او را طی می کند. می فرماید اصلا غیر از قوانین الهی راه نیست. اینه تذهبون اف غیر دین الله یبغون، نه یعنی اینکه همه مسلمانن تراسر جهان آفرینش منقاد است، شما تمرد نکنید راه دیگر را طی نکنید. در حقیقت روح سخن به این برمیگردد که غیر از راه عمومی راه دیگر نیست. نظیر اینه تذهبون، اگر لهو اصل من فی السماوات و الارض پس راه نیست و عین تذهبون. این خودش استدلال و هدایت های برهانی است. در قبال اون هدایت تشریعا هم دستور داد، فرمود قل آمنا بالله. این هم دستور تشریعی، اون هم تعلیل عقلی. بعد از گذشت این مجموعه میفهمد و من یبتغ غیر الاسلام دینا. حالا یه کسی حرف خدا را گوش نداد، به فکر این بود، در طلب و جستجوی این بود که غیر انقیاد در برابر خدا چیز دیگر را پذیرد، یعنی در برابر چیز دیگر منقاد باشد نه در برابر خدا. این جستجوی او به ثمر نمی رسد. یک، خسارتش هم در آخرت روشن می شود. این دو. مهم در مسئله این است که فرمود و من یبتغ غیر الاسلام دینا، یعنی همین که از اسلام الهی برید به فکر این افتاد که دین دیگر بگیرد خسارت بدید. صرف ابتغا و طلب خسارت دارد. یه وقت از انسان به دنبال چیزی می رود و او را دریافت می کند و اون را مسلوب خود می داند و با او معنوس می شود، اونگاه می گویند او خسارت دید. یه وقت قبل از این که مطلوبی را پیدا کند و او را اتخاذ کند، قبل از اتخاذ مطلوب، همین که به فکر ابتغا و طلب افتاد خسارت میکند. نفرمود من یتخذ من دون الله اندادن فهو کذا، نظیر آیات دیگر، بلکه فرمود به من یبتغ غیر الاسلام دینم، این همین که به راه افتاد خسارت دید. یک وقت به انسان میگویم شما اگر بیراه رفتی این راه را ادامه دادی سقوط کردی خسارت میبینی، یک وقت به او میگویم راه به قدری خطرناک است که همین که منحرف شدی خواستی از صراط مستقیم جدا بشوی سقوط کردی. پس اتخاذ غیر خدا گرچه ضررش قطعی است، اما هنوز به اتخاذ نرسیده، صرف ابتغا و طلب خودش خسارت دارد. فرمود به من یبتغ غیر الاسلام دینا، ابتغا یعنی طلب کردن، نظیر وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره و مانند اون، ایبتغون عندهم العزه و مانند اون. صرف ابتغا یعنی طلب کردن خسارت دارد. انقیاد لغیر الله انقیاد نیست،
چون مازا بعد الحق الا الضلال، کتابه چی باشه؟ بله اله هم نامیده شده، منتها افرعیت من اتخذ الهه و هوا، اما اون سراب است، مثل که انسان تشنه به دنبال سراب میدود. لذا در سوره نور بفرماد بین که بر لذین کفر و اعمال هم که سراب به قیعه یحسب و لمعان ما حتی از جاهو لم یجد و شیا. ولی راه از بس خطر دارد که می فرماین اگر به سراغ سراب رفتی خسارت می بینی، نه اینکه اگر به سراغ سراب رفتی بعدی که به مقصد رسیدی خاسری، همین که به راه افتادی خاسری. و من یبتقی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من به فراغت من الخاسری. دین یعنی مجموعه قوانی. دین همونطوری که فرعون تدوین کرده است، گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. مجموعه قوانین را میگن دین. دین حق یکیست که انبیا آوردن، مازا بعد الحق الا الضلال، اون چرا که غیر انبیا آوردن دین باطل است. دین یعنی مجموعه قوانین که انسان در برابر او خاضع است، یا خودش وضع میکند یا اندیشمندان بشری وضع میکند او حرمت مینهد، یا چند نفر جمع می شوند رو مشورت مجموعه قوانین تدوین می کنند و همه به او احترام می گذارند. همه اینها حواست، مازا بعد الحق الا الضلال. بله دیگه دینه دیگه، مجموعه قوانین می شه دین. فرعون گفت من می ترسم موسی کریم سلام الله دین شما را عوض کنم، اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. پس خطر به قدری است که صرف طلب خسارت داره. و من جبتر غیر الاسلام دینم فلان یقبل من. چرا؟ چون از اون طرف رزیت و لکم الاسلام دینا، از این طرف هرچه که اسلام نیست به منزل عکس نقیز اون قضیه است، مرضیت نیست. مرضی او اسلام است و چیزی که اسلام نیست مرضی او نیست، که این آیه به منزل عکس نقیز اوست. انسان بدید دین که یه مجموع قوانین هست، بالاخره یا هوس هست یا هواس یا هدا، بالاخره یه راهی رو طی میکند دیگه، یا هواس یا هدا. اما قبول را ذات اقدس اله به تقوا و متقیان اسناد میدهد که انما یتقبل الله من المتقین. البته قبول کامل مربوط به تقواست، اصل قبول مربوط به اصل اسلام است. اینطور نیست که اگر کسی متقی نبود عمل او مقبول نباشد. البته اون عملی که در او تقوا نبود اون عمل را یقینا خدا قبول نمی کند. ولی آیه نمی گوید که عمل اگر با تقوا نبود خدا قبول نمی کند، چون دیگه روشن است. یعنی اگر عملی معصیت بود یا صورتش طاعت بود سیرتش معصیت بود، مثل این کسی اطاعت کرد ریاءً، در این عمل عمل تقوایی نیست، خب یقینا خدا را قبول نمی کند. ولی آیه ای رو نمی گه. آیه می فرماید کار خوب را خدا از آدم خوب قبول می کند، کار بد که اصلا مقبول نیست. مثلا گناه یا طاعتی که روحش گناه باشد مثل نماز ریایی، این که جای بحث نیست که مقبول حق نیست. آیه می فرماید کار خوب را از آدم خوب قبول می کند، انما یتقبل الله من المتقین. منتها همونطوری که مرحوم صاحب جواهر تو بحث نیت کردن، این نفی کمال می کند نه نفی اصل قبول. یعنی شرط قبول عمل عدل عامل نی، که عامل باید با تقوا و عادل باشد تا خدا عملش قبول بکند. حالا اگر یه انسان غیر عادلی کار خیر کرد، نماز و روزه و عبادات داشت یا خیرات داشت خدا قبول نکند، این چنین نیست. شرط همین که موحد بود آدم خوبی است، کار اگر لله بود کار خوبی است، گرچه این عادل این شخص در جای دیگر یه گناهی هم کرده باشد. پس انما یتقبل الله من المتقین این ناظر به قبول کامل است نه اصل قبول. اما در این زمینه هم فعل فعل بدی است هم فاعل آدم بد. طلب غیر دین بد است تا
طالبم که موحد نیست، لذا فلن یقبل من و هو فی الاخرته من الخاسری. اصلا بله، غرض آن است که هر کسی در هر مقطعی تابع دین همون مقطع که بود، این حجت است و کامل است. منتها اکمل از همه اسلام مصطلح است، یه مطلب. و اونها که تحریف کردن کتابهای آسمانی را، ویلون لهم، برای اینکه یکتبون الکتاب به ایدی هم سمو یقورون هزا من اندالله. و اون آیه قبلی هم می فرماد به اینکه شرط نجات سه اصل است: ایمان به مبدا، ایمان به معاد و عمل صالح. عملی در فرهنگ قرآن صالح است که برابر با حجت عصر باشد. هرگز اون شریعت منسوخ را قرآن عمل صالح نمی داند. اونگاه وظیفه هر ملت در هر عصری هم مشخص خواهد شد. اون آیه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحا، اصلا مخصص لبی او را همراهی میکنند، نه اینکه اون آیه مطلق باشد، یعنی چه یهودی چه مسیحی چه غیر یهودی چه غیر مسیحی همه اهل نجات هم، بعد ما بیایم اینو مخصص او قرار بدیم. اون یک مخصص لبی همواره اون آیه را همراهی میکند و اون عمل صالحا به شریعت منسوخ، کتاب منسوخ، کتاب محرف، عمل صالح نیست. این آیه هم میفرماید به این که هر کس اون اسلامی را که به اصطلاح قرآن کریم اسلام نامیده میشود، که همه انبیا مسلمانن، امم اونها مسلمان است، حواریین مسلمانن، پیروان موسی مسلمانن، پیروان ابراهیم مسلمانن، انبیا ابراهیم مسلمانن، خود ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم اجمعین مسلمانن که طبق شواهد فراوان همون اسلام است. یعنی انقیاد به ما جاء به الوحی فی ذلک العصر، این میشه اسلام. الان آمدیم ما خصوصیت های فراوان یهودیت و مسیحیت و زرتشتی و اسلام و اینها رو در کنار هم قرار دادیم. هر امتی و پیامبر هر امتی در عصر خود مسلمان واقعی هستند، اگر برابر اون ماجاب الوحی عمل بکنن، یعنی منقاد دستور اله هستند، چه در اصول و چه در فروع. لذا من یبتغ غیر الاسلام دینن هم یه اصل کلی است، همونطوری که ان الدین عند الله الاسلام به عنوان یک قضیه ایجابی اصل کلی است. من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من و هو فی الاخره من الخاسرین هم به عنوان یک اصل سلبی اصل کلی است. این اصل در زمان هستی ابراهیم هم بود. هستی ابراهیم هم میتوانست به مردم بگوید که من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، تا هستی مسیح و بینهما هم انبیاء ابراهیمی علیهم السلام هستند، چون خود اونها مسلمان بودن، امت اینها اسلامی بود، هو سماک و مسلمین من قبل به اسلام را به مردم ارائه دادن، پس هر کسی غیر از اسلام را بپذیرد معزو مقبول نیست و خسارت میبیند. اونگاه به دنبال این فرمود به این که چگونه خدا اینها را هدایت کند، کیف یهدی الله قوما. در بحث دیروز روشن شد که ظهورش در آخرت است، چون آخرت روز حساب است، ظهور اونجاست و روز تقابن است، یعنی ظهور قبل، وگرنه انسان اینجا خسارت میبیند. کیفه اهد الله و قومان کفر و بعد ایمانه، فرمود به این که ما کسانی را که بعد از دادن عقل از درون و دادن وحی و رسالت از بیرون همه حجت ها را برنا تمام کردیم و لطفهای فراوان را نسبت به اعمال کردیم، دیگه از اون به بعد لطف خاص را نسبت به اینها اعمال نمی کنیم. چگونه خدا اینها را هدایت کند؟ حجت بالغه حق به اینها رسیده است. قبل از اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بیاید، اینها نشانه های اون حضرت را در کتاب های آسمانی خود یافتند. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، همین خصوصیت یافت و ایمان آوردند به عنوان ایمان به غیب. فلما جا اهم ما عرفو کفرو، و کسانی بودن که یعرفون هم که ما یعرفون ابنا هم. حالا خدا اینا رو چیوری هدایت کند؟ هدایت کند همون هدایت پاداشی است، وگرنه هدایت به معنای راهنمایی مرتب احتجاج میکند، استدلال میکند، معجزه میفرستد، برهان اقامه میکند، دعوت میکند، به وسیله نامه ها انبیا اینا رو هدایت میکند، پیام میفرستند، همه این هدایت ها هست.
اما اون جذبه و کشش درونی را خدا دیگه به اینا نمیده، اینا را به حال خودشون رها کرده، میخوان بپذیرن میخوان نپذیرن. من شعاف الیومن من شعاف الیک، این هدایت پاداشی است که فرمود دیگه ما این هدایت پاداشی رو به اینها نمیدیم، اینا رها کردیم، بار خودشون میخوان ایمان بیارن میخوان نیارن. مکلف هم هستن ایمان بیارن، ما مرتب هم دعوت میکنیم، آیه نازل میکنیم. اما این چنین نیست که خدا حالا فرشته ها را بدون بار اینا اعزام بکند، در دلهای اینها نوری ایجاد کند، به اینا شرح صدر بدهد که اینها با آسانی بپذیرن، اینا رو بار خودشون رها میکنن. فقط اون هدایت اولی است که نصیب این هاست. نظیر این که در باره سمود فمود اما سمود فهدینا ها فستحب العمى على الهدى، ما سمود را هدایت کردیم خب اونا قبول نکردن، نه اینکه خدا کافر را هدایت نمی کند. در باره کافران فمود ما اینا راه نمایی کردیم، تا آخرین لحظه هدایت میکنیم، یعنی تا آخرین لحظه حرف انبیا از بیرون و ندای فطرت از درون اینها را هدایت میکند، خب اینا نمیپذیرن. لذا این هدایت پاداشی را نفی کرده، فرمود کیفه یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، اینا اول مؤمن بودن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و شهدوا ان الرسول حق، شاهد حقانیت پیغمبر بودن، همه خصوصیات در کتاب آسمانی یافتن و جاءهم البینات، ادله و بینات و شواهد حق و صدق بودن دعوت قرآن به اونها رسیده است، مع ذلك کفر ورزیدن. چون کافر ظالم است، خداوند ظالم را هدایت نمی کند، یعنی هدایت پاداشی، یعنی دیگه در قلب ظالم یه نور خاصی ایجاد بکند که دلش برای اسلام بتپد، اینطور نیست، او را به حال خودش رها می کند، اون فیض خاص را سلب می کند، اوست با همون سرمایه های اولی، از اون طرف وسوسه شیطان است، از این طرف دعوت انبیا هست، از اون طرف راهنمایی فطرت است، او در این جهاد اکبر میماند، یا تسلیم میشود یا اسیر میشود یا اسیر میگیرد. دیگر ما یک میلی در دل او ایجاد بکنیم اینطور نیست. بعضیا اصلا همین که به مراکز مذهب میرسن دست دلشون میتپد، شوق پیدا میکنند، بعضی برایشون بی‌تفاوت است. این شوق و این گرایش چیزی نیست که دست خدا آدم باشد، این یه عنایت الهی است. خدا این عنایت را به هر که نمیدهد، اونها که به هدایت ابتدایی الهی پاسخ مثبت دادن، احترام گذاشتن، دستور دین را عمل کردن، خدا به اونها پاداش میدهد و این است که قلب اینها را به سمت خود متوجه میکنن، شوق اینه، میل دنیا را از قلب اینها میگیرد. این طور نیست که اینها زرق و برق را نبینند، میبینند برای اینها بیتفاوت است. یک عده این چنین نیستن، کسانی هستند که میل به آخرت در اونها ضعیف است، میل به دنیا در اونها قوی است، اون لطف اله را در خود احساس نمی کنند. فبود اون لطف خاص به عنوان پاداش به همه داده نمی شود. کیفه یهدی الله قوما، این کیفه که استفهام است در اینجا اثر نفی را دارد، نظیر اون چه که در سوره توبه آیه هفتم آمده است، کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، چگونه مشرکین دارای عهد استواری پیش خدا پیامبرند، با اینکه اینها سیره و سنت سیئه اینها نقض عهد است. این کیفه نظیر حمزه استفهام که برای انکار است، این هم برای جهد و انکار است. کیفه یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، خب این هدایت پاداشی را نفی میکند. نه اونها چون خسارت هم نمیبینن، لن یقبل من هم نیست، چون این تهدید ها مال اونها نیست، فقط مال کسان است که کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و ماننده آن. و یعنی درباره اصل این جریان ها این طور نیست که هدایت نباشه. به همون مقداری که عقل دارن مکلفن، اونا اگر واقعا مستضعف فکرین معذوره. بر اونها که حجت بالغی حق به نصابش رسیده است، دیگه اون هدایت پاداشی رو خدا از اینا برمی‌دارد. نظیر آیه 137 سوره نساء در اونجا هست، ان الذين امنوا
ثم کفر ثم آمن ثم کفر ثم ازداد کفرن لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. این لم یکن نفی سنت الهی است، یعنی سنت خدا بر این نیست که دیگه نسبت به اینها اظهار لطف کند. باز در همون سوره نساء آیه 168 هم همین مشابه این مضمون است که ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. خدا ظالمین و کافرین رو راهنمایی نمی‌کند، با اینکه تا آخرین لحظه ظالم و کافر رو در هدایت می‌کند، نصیحت می‌کند، اگر در حد فرعون هم باشد قول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. دارد نامه‌ای که رسول خدا صلوات الله و سلام علیه برای سران ستم نوشتن از همین قبیل است، هدایت‌هایی که معصومین درباره طاغیان دارن از همین قبیل است، مهاجه‌هایی که دارن، محاوره‌هایی که داشته بدارن این چنین است. این اصل هدایت به معنای هدایت ابتدایی همواره هست تا آخرین لحظه هست. اما شرک را فرمود نمی آمرزد. دو مسئله در اونجا آمده، یکی این که شرک بخشوده نخواهد شد، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. مطلب دیگر این است که ما دون شرک، یعنی اگر کسی مسلمان موحد بود ولی معاصی رو مرتکب میشد، خداوند اون گناهانی که ما دون شرک است میبخشد، اما به نحو موجبه کلیه نه موجبه جزئیه. لمن یشا، من یشا معلوم نیست کیه، چرا دیگر کفر و بعد ایمانهم و به شهیدان رسوله، کفر و نبوت در حد شرک دیگه، جز معصیت های عادی که نیست، نظیر غیبت دروغ نیست. اگر کسی رسالت خاصه برای او ثابت شد به جا اهم البینات، هم معجزات بعدی هم اخبار انبیای قبلی، این به نصاب بالغ رسید، اما معذالک اینا کافرن، خب اینا مرتدن در حقیقت دیگه، لذا قرآن کریم از اینها به عنوان کافر یاد میکند. کفر اعتقادی است این دیگر، یعنی یه وقت هستی کسی کفر عملی دارد، نظیر لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره ان کان الله غنی. این کفر کفر عملی است که اگر مستطیع مکه نرفت گرفتار کفر عملی است، نه کفر اعتقادی. اما یه وقت است که فرمود به این که قبلا در کتابهای آسمانی خصوصیات پیغمبر صلی الله علیه و سلم را خوندن، بعدا معجزات را مشاهده کردن، به شهد و اندر رسول حق، اما کفرو، این کفر اعتقادی است دیگر، کفر به رسالت است که در حد شرک به خداست، در حقیقت رد سخن خداست. اون وقت خدا فرمود اینا را ما چگونه هدایت کنیم، راه را برای اینها باز گذاشته البته، اما در اونجا مادون شرک را فرمود میبخشد، اما لمن یشا. در اینجا هم باز راه توبه باز است به شهادت استثنایی که در آیه بعد آمده، اما بسیار سخت است، بسیار دشوار است که کسی اون فیض خاص خدا به اون نرسد، با فیض عمومی بخواهد به مقصد برسد سخت است، خیلی دشوار. اینها کسایی بودن که اون فطرت اولیه را حفظ کردن، سرسختی نشون ندادن، تمرد نکردن، لذا در باره کسانی که معاندند نظیر آیه سوره نساء لم یکن تعبیر میکند، فرمود لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، اونا که واقعا معاندند. اما اونایی که نه، یک ارتباطی رو حفظ کردند، ولو در روز قدرت یه ارتباطی را با دین حفظ کردند، معاصی اینها در حد معاصی عملی بود، به اصل فطرت آسیبی نرسوندن، اینا زمین نجاتشون هست. درباره همون کافران هم باز قرآن استثناء کرده، فرمود الا الذين تابوا، اما توبه اونها نظیر توبه از معاصی شخصی نیست، توبه اونها یه توبه تبلیغی را هم باز به همراه دارد که بعد اون علاهده باید بحث بشود که الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله، چون اینا که فاسد شدند و مفسد، توبه اینها به صلاح و اصلاح است، نه تنها به صلاح، یعنی اگر یه عالم بد کرد بعد بخواد توبه کند، چون عالم فاسد شد و مفسد، توبه او به صلاح و اصلاح است، نه تنها به صلاح،
لذا در این گونه از توبه ها فرمود الا الذين تابوا بعد ذلک و اصله، که اگر به اون آیه رسیدیم چون مشابهش در سوره مبارکه بقره هم قبلا گذشت که الا الذين تابوا و اصله و بینوا، یعنی برای مردم روشن بکنن اون چه فسادهایی را که مبتلا شدن، حالا به مردم راست راه را باید ارائه بدن تا توبهشون مقبول باشد. قرض این است که این هدایتی که سلب شده است هدایت پاداشی است، وگرنه اون هدایت ابتدایی تا آخرین لحظه است. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات و الله لا یهدی القوم الظالمین. این کبرای قیاس است، یعنی اینها ظالمند و خدا ظالمین را به هدایت پاداشی هدایت نمی کند. الحمدلله رب العالمین.